مهمان اینجا گراند پاله شانزلیزه پاریس هست. اینجا دو تا کاخ داره، پاله یعنی کاخ، یکی گراند پاله و یکی پتیت پاله. در امروز میخوام در رابطه با سند و پشتوانه تاریخی تقویم و سالنامه 7000 ساله اندکی با شما صحبت کنم. در این رابطه کتاب‌های زیادی نوشتیم، مقالات زیادی نوشتیم، برنامه‌های زیادی رفتیم و برای نخستین بار می‌خوام یه سند بسیار مهمی رو بهتون ارائه بدم. یادم میاد یه بار وقتی به شهبانو عزیز اینو گفتم، حتی شهبانو یادشون رفته بود، در ذهنشون نبود که تذکر دادم و یادآوری کردم به ایشون. اون چیه؟ اون اینه که در سال 1961 از 11 اکتبر تا 14 اکتبر محمد رضا شاه و شهبانو مهمان شارل دوگل بودن و میان پاریس و میان توی همین کاخ وارد میشن. دو تا هم هست، کاخ پتیت پاله و گران پاله، برای اینکه نمایشگاه تاریخ 7000 ساله رو افتتاحش کنن. نمایشگاه تاریخ 7000 ساله شارل دوگل هم هست. حالا فیلمش رو الان براتون پخش می‌کنم، شما ببینید این فیلمو. داری که شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی نظیر است. جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. در جواب سخنان رئیس جمهور فرانسه، شاهنشاه فرمودند: ما خوشبختیم که خود را در این کشور که از مدت‌ها پیش روابط دوستی داشته می‌یابیم. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه، دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود، فراموش نکرده است. شب شاعرانه و در عین حال مجللی بود. شبی که قلب پاریس برای ایران می‌تپید. ولی حساس‌ترین لحظه این دیدار چند روزه، هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است که نخستین آثار تمدن آن در زمانهای ما قبل تاریخ می باشد، در میان اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود.
این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. بله، دیدید بهمن یاران، پادشاه مهربان شهبانو برای 1961 میان پاریس برای که نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو گشایش افتتاح. این پشتوانه تاریخی است. در این رابطه من یه برنامه ویژه دارم که خواهش می‌کنم ببینید، دیگه نمی‌خوایم بحث زیاد بکنیم در این رابطه، ولی این تا جدا از این که خیام در رابطه با این که 7000 سال است ایران سخن گفتن، از اونها خیلی سال قبل فردا و که از این دیر کهن در گذریم با 7000 سالگان سر به سری، جدا از این که کشفیات تاریخی هر روز از شهر سوخته سیارکه کاجان جیرو، امروز یه سند دیگه هم دارم که به شما نشون میدم. این شهر سوخته است با قدمت 7000 ساله که کشف شده در میهن ما، و شهر سوخته نشون میده که ایران چه تاریخ کهنی داشته، چه تاریخ بزرگی داشته و ما از کجا میاییم. حالا به خودتون و اطراف خودتون نگاه کنید، ببینید به کجا میرسیم و کجا رسوندن ما رو دشمنان ما. 7000 سال پیش تو مهد تمدن بشریت بودی و بشریت تا به امروز مرهون تفکر، اندیشه، فرهنگ و تمدن توست. وقت تو بذار چهار تا ملای شپشو بر شما حکومت کنند و شما دولا سلا بریم برای جایگاهی که 14 قرن داره ما رو میکشه. کمی خرد مهربان یاران. اینجا هم شانزلیزه است پشت سر من و محمد رضا شاه هم دیدید. حالا از شما دعوت میکنم که شهر کهن و 7000 ساله آریایی که یکی از نمونه های شهر سوخته در زیر خاک در اومده رو ببینید. شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاق آن با بیش از 5000 سال قدمت به عنوان بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمه شرقی فلات ایران، نمونه ای منحصر به فرد و حکایتگر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته های دور این مرز و بوم است. در روزگاران دور که بشر تازه یک جانشین شده بود، شهری در سیستان پدید آمد که به گفته باستان شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت و برنامه ریزی شهری اولین شهر جهان محسوب می شده است. بر مبنای یافته های باستان شناسان، شهر سوخته 280000 هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می دهد که این شهر دارای 5 قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند. 80 هکتار از شهر سوخته را بخش مسکونی تشکیل می داده است. شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در 56 کیلومتری زابل و در شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. دوره بنای این شهر بزرگ با دوره برنز تمدن جیرفت مقارن است و زربانیان در حدود 6000 سال پیش در این شهر زندگی می کردند. نخستین انیمیشن جهان در شهر سوخته کشف شده است. باستان شناسان هنگام کاوش در شهر سوخته در گوری 5000 ساله جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با یک درخت روی آن دیده می شود. نخستین و قدیمی ترین تخت نرد جهان و همچنین نخستین چشم مصنوعی و جمجمه در این شهر کشف شد که نشان از نخستین عمل جراحی مغز در جهان حکایت دارد. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.
این فیلم رو ببینید، فیلمی که میبینید رهبرای جهان کتک میزنن، سیلی میزنن، تخمر میزنن، شیرنی. و شما حزب اللهی سابق که زن مردم برای یه چادر رو سری یه لاخمو میزدید، کتک میزدید و زخمی میکردید، مرد حسابی امروز که شما خودتون میان این جنای دیگه حاکم رو تا حدی میرید که میگید اینا آمریکایی ان، ملحدن و چه هستن و چه هستن، اینقدر بینا حمله میکنن، چه اینا رو کتک نمیزنین؟ Имаме свобода и отговорност на институциите. Вместо изрядна структурираност на държавата, ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданите. Než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Jako chlap čelem. Vy jste zbabělec. Nation's business has a key role in strengthening. Excuse me, President Reagan. Le candidat socialiste signe la charte aux côtés d'un des responsables de la Fondation Abbé Pierre. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Immédiatement, des agents de sécurité plaquent l'agresseur au sol. Très calme, François Hollande dépoussière ses dossiers avant d'être évacué. Since I've been here to announce the f***ing heck. Yeah.
همین نمیگم بکشینا، من نمیگم کار عملیات تروریستی و مسلحانه انجام بدین، ولی افرادی مثل آقای جناب آقای استاد حسین الله کرم و غیره که مردم ما رو واسه یه لاغمو کتک میزدین، الان چرا نمیرین اینجور که میبینین تو غرب کتک میزنن رهبران خودشون رو؟ شما چرا نمیرین اونایی که میگین باشون مخالفین خلاف میکنن؟ به آقای قاسمی میگم، سعید قاسمی به تو میگم، بنیاد الله قزوینی، حسن عباسی میگم، با آقای الله کرم میگم، شما چرا نمینا رو کتک بزنین؟ خالی بندین، همتون دروغ میگین، همتون دستتون تو دست یک بیگان است، یکی عربستان سعودیه، یکی آمریکاست، یکی انگلیس، همتون نوکرین. حتی میخواین یه چیزی بهتون بگم نمیدونید به شما ها؟ علی خامنه‌ای قبلا رفت به فیروزآبادی گفته بود که این ارتشی ها نظامی خط ما رو نمیخونن. اخیرا میدونین چی گفته؟ رفتن پیشش که آقا فلان اینا، گفته خب ما با این آدمایی که هوادار ما هم هستن، مثلا منظورش همین قاسمی بوده و الله کرم بوده و آقای رائفی پور بوده و حسن عباسی عبدالله قزوینی بوده، گفت اینا هم که هوادار ما هستن که همش زر میزنن، خب برن اینا رو کتک بزنن. خامنه این گفته، بعدش منشو گفته آقا خب اگه بزنم برای اینا میرن دادگاهی میکنن، زندان میکنن. گفته بابا یارو عمار یاسر رفت تبعید شد، شکنجه شد واسه علی، اینا برای ما حاضر نیستن این زندان هم برن، خب بزنن اینا رو برن زندان. خب اینم که رهبرتونه، شما چی میگین چرت و پرت میگین؟ نمیشینین فقط زر زیادی میزنین؟ همونایی که رقبای شما هستن الان، اونها رو چرا باهشون برخوردی نمی کنین که 1% از اون برخوردی که با ملت ایران میکردین، مردم زنان آزاده ایران میکردین، چرا با اونا نمی کنین؟ شما هم دروغگو هستین. نشه شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان، امروز ما میخواییم وارد شهرداری پاریس پنجم بشیم، در میدان پانتئون پاریس. 12th سالن دو لیو در این نمایشگاه کتاب هست و همه سال من این افتخار داشتم که در این نمایشگاه شرکت کنم و امروز نیز حدود 30-40 از بزرگترین نویسندگان فرانسوی هستن که من سیاوش علیزاده کوچکترین شماها نیز اونجا خواهم بود. وارد میشیم، خواهید دید و شخصیت های برجسته فرانسوی به این نمایشگاه میان. خود شهردار خواهد بود و از کنم خدمتون وزرای مکرون، یکی از دوستای صمیمی مکرون، پرزیدنت رئیس جمهور فرانسه که وزیر هست، ایشون خواهد اومد. از جمله شخصیت هایی که امروز میاد به این نمایشگاه آقای فرانسیس کلیف هست. فرانسیس کلیف رهبر کریف در فرانسه است. کریف اتحادیه میتونیم بگیم تمامی انجمنهای کلیمی در فرانسه است که همه رو در اینجا دربید دشمن زیاد دارن، حسود زیاد دارن، اون حسود رو بذارین ببینن از صدت. وزرای مکرون، یکی از دوستای صمیمی مکرون، پرزیدنت رئیس جمهور فرانسه که وزیر هست، ایشون آقای منیر محجوبی وزیر مکرون هست که خدای انفورماتیک این مرد من راضی کرده و سر میز من اومده، ازش بسیار سپاسگزارم. آقای فرانسیس کلیف هست. فرانسیس کلیف رهبر کریف در فرانسه است. کریف اتحادیه میتونیم بگیم تمامی انجمنهای کلیمی در فرانسه است که همه رو در اینجا دربید دشمن زیاد دارن، حسود زیاد دارن، اون حسود رو بذارین ببینن از حسادت. مهربانی کرده، سر میز من اومده، بسیار ازش سپاسگزارم. از آقای فرانسیس کلیف، رئیس کریف. Comme si on pouvait apprendre facilement.
C'est-à-dire que c'est pas un salon de l'ancien progressiste qui était dans mon bureau. Ah, moi je suis autour de ça. Michel Broca, il était. C'est pas un salon de l'ancien. Allez voir. Michel, oui. Je vais. Et en tout cas, on va voir un peu de stand, hein. C'est sympathique. استاد مسعود جاهد رو میبینید. استاد مسعود جاهد عزیزان من که مهرورزی کرده، من ازش دعوت کردم به این نمایشگاه اومده و داره همه رو از هنر خودش بهره ور میکنه، برخوردار میکنه. این خانم فلورانس هم که میبینین شهردار پاریس پنجم، یکی از شهردارهای قوی و پرکار و پرتلاشه که همه ساله اجازه میده که در بخش عظیم از شهرداریش این نمایشگاه برگزار بشه. دوستان و یاران عزیز، از حضور همه مهربان یاران اینجا من میخوام تشکر کنم، هموطنان ناظرین و ایرانیانی که مهمانی کردن، تشریف آوردن، از همشون سپاسگزارم که اومدن به این نمایشگاه.